آمدید به این قسمت از برنامه. یک بار دیگر در کنار دکتر خوب شهر ما دکتر سعید کارندیش عزیز هستیم. آقای دکتر چطورید شما؟ مرسی. خوب هستین؟ همه چی خوبه؟ متشکرم. خدا رو شکر. خوشحالم که در خدمت قربون شما بینندگان عزیز هستم. دکتر یه سوالی پیش میاد واسه من. همین دیدن خانم ملکه الیزابت بود که آدم میگه از فردای خودش خبر نداره. آیا واقعا پزشکان هم از فردای مریض خبر ندارن؟ یا اینکه من مثلا من ایشون رو دیدم که زمانی که ایشون اومدن و با نخست وزیر جدید دست دادش، اینجا دستش سیاه بود و بعد دو روز بعد گفتن ایشون فوت کرده. خیلی سر حال بود و میخندید، لبخند میزد، لباس خوشگل، میکاپ قشنگ. چیه؟ چطور میشه که دفعه نایان بانگی برآمد خواجه مرد؟ بله، اولا که سیاست مداره میدونه که بیماریاشون رو پنهان میکنن. از شاه ایران ایشون سال 1353 تشخیص بیماری والدنشتروم رو دادن، ولی خب به خاطر شرایطی که داشتش ایشون به مردم اطلاع ندادن. حتی خیلی نزدیکان محمد رضا شاه هم نمیدونستن که ایشون سرطان دارن. دیگه این اواخر شد و دیگه مجبور شدن که اطلاع بدن. این سیاستمدارا دوست ندارن که اطلاع بدن. احساس میکنم ممکنه این یه نوعی باعث ضعفشون مثلا با یه فاکتور تضعیف کننده براشون باشه. حتی مثلا الان راجع به بیماری آقای پوتین مرتب صحبت میشه و همه میگن که این قیافش یه جوری شده، دستش موقع راه رفتن یه دست میبینید یه دستش حرکت نمیکنه موقع که راه میره، یه صورتش رو همه پر از بوتاکس فیلر و این چیزا کرده. سیاستمدار بیماریاشون رو نمیگن. ولی در مورد این لکه هایی که روی دست افراد مسن هست یا روی بازوشون هست، روی کمرشون هستش، خیلی از اینا به دلیل شکنندگی های عروقی پیش میاد که تو سنهای بالا کلاژن دیواره عروق حالت شکنندگی داره، با یه فشار کوچیک این شکسته میشه، بدنشون زود تبدیل میشه. با آیوی هم میشه دکتر؟ هستن. و دلیل دیگه‌ش هم اینه که خیلی وقته که نمیتونن یه رگ خوب از قسمت بازو بگیرن، از اینجا رگ میگیرن. درسته. و خب جالبه که هیچ کس اطلاع نداره که ایشون بیماره یا ایشون از اونجا بستری بودن، چون بعد ایشون بستری میبود ملکه انگلیس تا اینکه اون آمپول رو بگیره، آی وی بگیره، و ایشون اون رو هم اعلام نکردن. ولی یه دلیلی که حالا ربط به این برنامه داره، بینندگان ما ربط داره، این موضوعی هستش که عرض کردم افراد مسن شما حموم آب داغ طولانی مدت نگیرین. این یکی از اشکالات فرهنگی ما. صدام میگن خیر رفتم حموم تمیز شدم. این غلطه. این حموم طولانی برای آدمای مسن غلطه. قدیما میگفتن که طرف انگار میدونست که فوت میشه، رفت حموم گرفت اومد خوابید و مرد. این ملکه انگلیس هم احتمالاً بعد رفته یه حموم آب داغ گرفته، از همون رو خوابیده مرده. یعنی اینکه حموم آب داغ حالا چه کار میکنه؟ خانم ها معمولا فشارشون پایینه و اینا وقتی که میرن حمام آب داغ میگیرن تو سنای بالاتر هم بیشتر میشین، عروق محیطی باز میشه، عروق دست و پا و گردن اینا باز میشه، خونی که میخواسته به قلب برسه به مغز برسه، همه بدن انسان مگه چقدر خون داره؟ 4-5 لیتر کل خون بدن من و شماست. یا خانم ملکه انگلیس مثلا 4-5 لیتر خون داشته، میره یه حمام آب داغ میگیرین 2 لیترش میره توی قسمت دست و پا، و خونی که باید برسه به قلب به مغز برسه کم میشه. بیشتر از مثلا 10 دقیقه با آب ولرم افراد بالای 55 سال دوش نگیرن ورم و مراقب این نکته باشن. این فقط خواستم نکته اخلاقیشو برای بیننده بگم، برای اینکه یه چیز فرهنگیه که میره طرف توی حموم خوششون میاد، آرام بخش این آب داغ، همینطور میرن اون داخل دیگه نمیخوام بیام بیرون. دو تا یه کار دیگه، این بعضی میرن زیر دوش آب گرم، بعد آخرش که میان بیرون میخوام بیان بیرون اینو سردش میکنن. این خوبه یا بده؟ اگه کسی بتونه تحمل کنه خوبه. خوبه. آره، ولی معمولا اونایی که آب داغی هستن شاید مثلا 2-3% این کارو میکنن. یه ذره آب ولرم رو خوب بدنشون میریزن، یا به قول شما ولرم. و هر سم حضورتون که آره ولر یا ولر میشه، باید فهم که مشکل داریم بابا ایشون در مورد این خلافه باید پشت دوربینی بوده. پشت دوربینی آمده چرو؟ من میگم ولر، دکتر میگم ولر. حالا بگیم بقید آقای حداد عادل از فرنگستان به داده ما برسنن، یه کلمه در میاد یه دفعه یه چیزی میگه که باعث خنده میشه. اینه که به هر حال آب ولرم یا ولرم خوبه. از اول با آب ولرم یا ولرم
خودشون رو دوش بدارن. ولی حتما برای افرادی که به خصوص ناراحتی اعصاب دارن که الان تقریبا همه مردم یه جوری ناراحتی اعصاب گرفتن، یه کشش دراز مدتی، یه انتظار طولانی مدت، یه حالی بگیر حالت خوب پیش روزی آره نه اونجا دیگه خیلی خوب میشه دیگه از اونوری میره، ولی کلن روزی یه بار دو بار شمایی که حالت خوب نیست یا به بلرمی به دست بلرمی به بدنتون بزنید. قدیما این زنا که خانما که با شوهرشون دعواشون میشد میرفتن ظرف میشستن برای اینکه متوجه میشدن که در طول زمان وقتی که یه کاری انجام میدن و دستشون خیس میشه این انرژی الکتریکی آب بدن رو به اصطلاح حال بدن رو بهتر میکنه، انرژی بدن رو بهتر میکنه. شنا کردن خیلی خوبه، دوش گرفتن خیلی خوبه. آقایون هم میرفتن گلار آب میدادن، گلار آب میدادن چطور میرفتن گفتن آقایون گلار آب بدن و اینا، این آبیاری بر گلها و درخت و اینها حال انسان رو میگن خوب میکنه. نمیدونم درستی یا نه، البته های دویتون دو تا کار خیلی کمک میکنه به حال خوب. یکی پرورش گل، حالا چه آبیاری گل، نگهداری گل، اصلا یه سرگرمی، یه بازی خیلی خوبه. یکم داشتن حیوانات خونگی، البته الان که بیچاره سگا گرفتار شدن، هر وقت آدما کار دارن میرن سگا رو میارن که نجاتشون بدن، هر وقت هم که این سگ بیچاره میخواد بره بیرون میرن سگا رو دستگیر میکنن میبرن. اینی که داشتن حیوانات خونگی خیلی خوبه، حالا از هر نوعیش که تونستین داشته باشین، ولی نه بعضی هم دیدیم مار و تمسا و این چیزا میگیرن، پلنگ و اینا نه، ولی حیوانات خونگی خیلی اثر خوبی روی روان آدم داره. بهشون برسید، نه که ببندیشون یه گوشه بذاریشون، اونم هست. دکتر میگن که حالا اینم باز داره سواله، میگن مثلا آقای رابرت دنیرو هنرمند معروف که هر دو تای ما دوستشون داریم، سال 2003 تشخیص دادن که ایشون سرطان پروستات داره. الان نزدیک 19 ساله داره میگذره از این موضوع و ایشون هم سعی و سالم داره راه میره. چطور همچین چیزی امکان داره؟ میشه؟ نمیشه؟ این به چه صورتی بود؟ خیلی صحبت خوبیه. ببینون بحث همیشگی، به جای ترس از سرطان برید پیشگیری کنید، برید تو سینه سرطان. اگر یه واقعیتی وجود داره که هست، ما به جای اینکه فرار کنیم میتونیم پیشگیری کنیم. میدونید که الان سرطان قابل درمان شده، حتی همین الان که خیلی از مردم ایران بی‌توجهی میکنن، رول سرطان تو مرگ و میر خیلی پایین اومده. یعنی سال گذشته 350 هزار نفر در ایران فوت کردن، فقط 30 هزار تاشون سرطان داشتن. از این 30 هزار تا بهتون قول میدم که حداقل 20 هزار تاشون آدمایی بودن که یا خجالت کشیدن یا ترسیدن یا نرفتن یا دنبالش رو نگرفتن. الان دیگه مثل گذشته نیست، یه زمانی سرطان کشتار میکرد، الان خوشبختانه اینطوری نیست. ولی در مورد سرطان پروستات که فرمودین، آقایونی که بالای 50 سال سن دارن حتما مراجعه کنن، بایستی که چک بشن از نظر پروستات. هم سونوگرافی پروستات کمک میکنه، هم این که معاینه پروستات کمک میکنه. کمک میکنه معاینه؟ آره کمک میکنه. در شکلش هم اینجوری که وقتی معاینه میکنه پزشک، اگر حالا نه اونو که نمیخوام بگم، فقط میخوام بگم یه پزشک چجوری تشخیص میده. جالب این به ما اینجوری یاد دادن که اگر معاینه که میکنید پروستات شبیه این قسمت از دست باشه، سفتیش، یعنی اینکه این بزرگی خوشخیمه پروستاته، اما اگه شبیه این قسمت باشه که سفته، این یعنی سرطان پروستات اونجا هستش. و تست PSA هستش، بخواید حالا خیلی دقیق نیست، ولی از پزشکتون بخواید که حتما تست PSA رو براتون انجام بده، اونم کمک میکنه. علائم پروستات رو بشناسید. علائم پروستات با علائم مثانه فرق میکنه. پروستات علائمش اینطوریه که اولین چیز میگن هزیتنسی یعنی اینکه طرف میخواد ادرار کنه، طول میکشه تا شروع بشه. یعنی تصمیم میگیره که الان ادرار انجام بده، ولی نمیشه. مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه همینطوری طول میکشه تا این اولین قطره ادرار خارج بشه. این اولین علامت این هستش. و بعد بیداری شبانه هستش که برای رفتن و ادرار کردن پیش میاد. شب بیرون میرن از خواب بیدار میشه. یه موقعی گفتن چای میخوری اینطور میشه. خب برای چای هم کم اینطور میشه اگه کسایی که دیر وقت میخورن. ولی افرادی که پروستات بزرگ دارن، این ادرار همیشه یه چیزی مقدار کمی توی مثانه باقی میمونه. اینا همیشه احساس میکنن ادرار دارن. وقتی هم که میرن ادرار میکنن، پروستات نمیذاره که تخلیه بشه مثانه به صورت کامل. همیشه اینا احساس میکنن که ادرار دارن، بعد دوباره برن. احساس ناراحتی دارن. و علامت دیگر بزرگی پروستات این هستش که پرش ادرار کم میشه در آقایون.
اینم باز علامت دیگری هست، این علامت ها رو بهش توجه کنید، یه سونوگرافی پروستاد و یه PSA، تست PSA انجام بدید. عرض کردم قبلا هم همیشه به هر بهانه‌ای سالی یه بار یک روش ایمیجینگ یعنی تصویری اجازه بدید که شکمتون و لگنتون رو ببینن، برای اینکه خیلی از این بیماری‌های بدخیم و بیماری معمولی حتی تشخیص نمیشه. مثلا در آمریکا به این راحتی دکتر همچین نسخه رو نمی‌نویسه. خب متاسفانه ما از زمان عقبیم دیگه، ما مثلا 10 سال طول میکشه، 5 سال طول میکشه تا بفهمیم که LDL رو باید انقدر برد پایین. میدونم ولی 10 خب سال طول میکشه. به مردم ربطی که نداره آقای دکتر، وقتی که میرین شما به دکترتون، دکتر به خاطر بیمه نمیاد بنویسه ایمیجینگ رو انجام بده. خب این قسمت اطلاع رسانی که همیشه میگم که اطلاعاتتون رو در زمینه پزشکی بیشتر کنید، یه حسش همینه. وقتی مثلا فرض کنید که مهمترین علامت سرطان تخمدان بزرگی اندازه شکمه و دیسپپسی، دیسپپسی یعنی سوء هاضم است، از این عجیبتر چیزی هست؟ سرطان تخمدان مهمترین علامتش بزرگی شکمه، سوء هاضم است. خب کدوم پزشکی و کدوم بیماری که اصلا این دوتا رو به سرطان تخمدان ربط میده؟ ولی شما اگر این علائم رو داشتید، با اینکه به احتمال خیلی خیلی زیاد ربطی به تخمدان نداره، بهانه خوبیه به پزشکتون بگید آقای دکتر، خانم دکتر، من علائمی دارم، دور شکمم زیاد شده، اصلا ربطی به چاقی و لاغری ندید، دور شکمم زیاد شده، میخوام ببینم، میخوام مطمئن بشم که سرطان تخمدان خدای نکرده ندارم. خب پزشک من انجام میده. یعنی اینا یه مقدار آگاهی عمومیه که باید بره بالا. حق میگن گرفتنیه، شرکت بیمه نمیخواد پول کارهای مردم رو بده. خب معلومه که شرکت بیمه یه مؤسسه خصوصی، حالا تو ایران تامین اجتماعی یا جای دیگه است، میبرن میگن این تایید کنه اون تایید کنه، همه دنیا هم اینجوری هست. شمایی که از سلامتی دفاع میکنی، این عمر جان یه دونه بیشتر نیستش، اونو به خاطر تعارف با کسی معامله نکنی. حالا درباره آقایون صحبت میکردیم و پروستات، بیایم درباره یائسگی آقایون هم صحبت بکنیم اگه موافق هستید. بله، یه عمری آقایون خیلی مانوب میدادن یائسگی خانم ها رو با طعنه نگاه میکردند و میگفتن خانم یائسه شد، بعدم فهمیدن اتفاقا آقایون بیشتر از خانم ها یائسه میشه. زودتر یا بیشتر؟ تقریبا همزمان شروع میشه. بله. برای که در بسیاری از مردان تستوسترونشون شروع میکنه پایین اومدن و علامتاش هم گاهی وقتا عجیب و غریبه. مثلا شما میبینید که اولا بعضی از علامتاش خوبه، مثلا مردایی که همش در خونه در حال دعوا بودن و سر صدا میکردن، یه دفعه میگن پدر چقدر مهربون شده. این پدر مهربون شده، این پدرایی که مهربون میشن تو سنای بالا حتماً یه پروستات، حتماً یه دونه هورمون تستوسترون آزادشون رو چک کنید، برای اینکه ممکنه مهربونی دلیل دیگه داره. گاهی افسرده میشن، بعد هم میگن خب برای اینکه سنش رفته بالا، برای اینکه دیگه کار نمیکنه، بازنشسته شده، دیگه کار مفیدی انجام نمیده. ولی اینطوری نیستش. افرادی که تو سن ما، آقایونی که در سن بالای 55 و 60 به بعد افسرده میشن، حتما تستوسترون آزادشون رو از پزشکشون خواهش کنید که چک کنن، برای اینکه یه علامت موذی هست و اینا احساس سرما میکنن بعضی وقتا، بسیاریشون مشکلات و ناتوانی جنسی پیدا میکنن که فکر میکنن به دلیل سن طبیعی هست که اونم طبیعی نیستش. متوجه شدم ما یائسگی آقایون داریم و همونجور که باید به داد خانوما در دوران یائسگی رسید، باید به داد آقایون هم رسید. چی برای آقایون هست؟ قرص دارن؟ آمپول هست، قرص هست و پچ هستش. آمپولاشو نزنید، برای اینکه این آمپولای تستوسترون یه دفعه سطح تستوسترون میبره بالا. میدونید تستوسترون همون چیزیه که در انسان و حیوان وحشیگری و خشونت و رفتارهای غیرعادی رو به وجود میاره دیگه. بعد اینا که میزنه یه دفعه میره اون بابا مهربونه شروع شده بهانه میگیره، میگه این جوراب منه که برداشت، از اینجا شروع میکنه کتککاری و اذیت کردن. قرصش هم خیلی موثر نیست. پچای اینها هست، اگه حساسیت پوستی ندارین زیر نظر پزشکتون، اگه آقایونی که خیلی هم زیاد هستید که یائسگی بعد از 55 سالگی پیدا میکنید، این پچای پوستیش خیلی خوبه، یا کرمایی هست که از طریق پوستی جذب میشه، خیلی موثره. اینو فورا حالشون خوب میشه. حالا من میگم خانوما برای این مسئله ایدو تو چی فکر کنین که تا اینا رفتن آمپول زدن یه کافور هم از عمر خالی کنن؟ نه، حالا اون جنبای جنسیش نیست، جنبای عصبانی میشن.
اخلاقشون تون میشه دیگه. تو شیرا و خروسا چجوری دعوا میکنن؟ شیر نر و خروس همون حالت شیر نر و خروس نر و گربه نر میشه دیگه. این کرما این حالت رو نمیده. نه خیلی آروم جذب میشه. یعنی نکته دیگری که در رابطه با این هست اینه که آقایون هم میتونن مثل خانما پوکی و استخوان پیدا کنن. شما خانم نازنین، آقای نازنین، از این به بعد طول عمرتون زیادتر میشه. الان میگن که 50% آدمایی که الان دنیا میان 100 سالگی رو میبینن. شما احتمالاً امیدوارم که جزو اون گروه باشه. البته توی تعارفای ما موقع تولد میگن انشالله 120 ساله بشی. بله. فقط تا بال یه نفر 120 سالگی رو رد کرده، بقیش تعارفه. بله. اینه که مراقب باشیم که پیری با سلامتی داشتن خیلی خوبه اتفاق. میانسالی و پیری با سلامتی خیلی خوبه. و البته پیری هم میدونه که میانسالی رو تازه تعریف میکنن از 85 سالگی شروع میشه. شما که 60-70 سالت شده، موهات ریخته، یک کمی سفید شده، فکر نکن که پیر شدی. اینا نیستش. دکتر جان، یه مسئله هست، اونم اینی که ماها تا به همدیگه میرسیم میگه آره یه خود مثلا خوابم خوب، خستم، همش موز بخور. میگن که خود گوجه فرهنگی عالیه برای آقایون، بخور. بعد از این ور یه سری موز نخوری، یا موز بخوری خیلی بد میشه. همین روز اتفاقا سر همین مسئله بحث بود با دوستان که آیا موز خوبه یا موز بده. یکی میگه موز نخور، انجیرم نخور، انگور اصلا فکر انگور، هندوانه رو فراموش کن، اصلا هندوانه هم نخور، برنج هم که به قول شما برنجه، برنج نیست، برنج هم نخور. خیلی خوب، نونم که نون که میدونید که نون که بخوری که دیگه خیلی بدتره، اصلا از نشاسته کامله. سیب زمینی هم که میخوری که خب کاربوهیدراتش بالاست. چی باید، چی کار باید کرد؟ چطور میشه فهمید چی خوبه چی خوب نیست؟ موز بخوری واقعا یا نخوری؟ ببینید، برای افراد سالم خوردن موز خوب، افرادی که نارسایی کلیه دارن اگر موز بخورن پتاسیمشون میره بالا و خطرناک هستش، ولی برای افراد عادی خوردن موز، یه دونه موز در روز اشکالی نداره، خوبم هست. ولی چند تا قانون ساده کلی رو داشته باشید. هر چیزی که شیرینه نخورید. قدیما این برای مهمون میگفتن این قسمت هندونه به شرط چاقو، این بود که هندونه باید شیرین میبود. بله. حالا میبینیم، میدونم هندونه شیرین خوشمزه است، گاهی هم یه کمی میخواید بخورید، یه کمی اشکالی نداره، ولی عادت نکنید خوردن هر چیز شیرین. نصف هندونه خورد. نصف هندونه رو بخور. آخه ایرانی هم که میدونم، مدل ما ایرانی ها اینجوریه، میگه که مثلا میگن آقا تو رو خدا بیا یه قاشق بخور، میگه نه من سیرم، بعد میاد دیسو خالی میکنه میره. اینه که شما هم میوه‌ای که شیرینه رو کمتر بخورید. انگور، حالا به جز اینکه شستن انگور خیلی سخته، اصلا این انگورایی که شما میخرید برای اینکه بتونید بشوریدش، میدونید دیگه نمیشه دورش دست کشید که. انگور رو کلا نخریدید اشکال نداره، خواصش هم ولش کنید. کشمش همینطور. چیزایی که شیرینه رو نخورید به همین سادگی. چه اصل توت خوبه، توت انقدر کمه که آدم دوست داره بخوره دیگه، یه مقدار کمه. میوه‌ها خوبه، ولی عادت نکنید به خوردن میوه‌های شیرین. مثلا خیار بخورید، همون خاصیتو داره، ضرری هم برای بدنتون نداره. کدوی نمیدونم تنبل، کدوی تنبل نه، کدوی مسما میگن، کدوهای معمولی رو، کدوی معمولی، کدو بادمجون مثلا، کدو بادمجون مثلا، میوه‌های گوجه فرنگی، چیزا که شیرین نیستن اینا خیلی خوبه. حبوبات، لوبیا، موز بخوری، موز بخوری، نه انجیر نخوری. خب آره دیگه، شیرینه دیگه. ببین میوه‌ای که شیرینه رو کم کنید دیگه. برنج هم که همینطور. بله، متفرش. حالا حل حوله چی؟ مثلا این شیرینی ها، مثلا قطاب، گز، اینا کدومش خوبه؟ قطاب، گز، کلوچه، نمیدونم پشمک، اینا بگو همش خوبه ما خوشحال شیم. این هر کدوم اینا نماد یه شهریه. قطاب مال یزد، الان دوستایی عزیزمون بهشون برمیخوره. نه چون ببینیم برای سلامتی شهر رفتش نده. آره سوهان مال یه شهر سیاسی، الان میگن اینا سیاسی، میگن بحث سیاسی میکنه. نه سوهان هم رفت سیاسیش نیستش. ببینیم تو این چیزایی که ما داریم، سوهان و کلوچه و اینا، همشون پر از نشاسته، پر از شکر، شکر تصفیه نشده و پر از روغنه. مثلا سوهان به خاطر همین چیزاش خوشمزه هستش. یا قطاب همینطوری شیرینی بیش از اندازه دارن. تو اینا سالم ترینشون اگه خواستید بخورید گزه، برای اینکه اینم گز محصولیه که از درخت به دست میاد و
همینطور مثلا توی این ادویه هایی هم که به غذا میزنین از همش سالمتر خردله، برای اینکه خردل از درخت باز به دست میاد. ما بقیه اونا دیگه ساکاروز از شکرهای مختلف هست. یعنی گز بهتر از کلوچه؟ گز خیلی بهتر از کلوچه. چون کلوچه هم باز آرد سفید تصفیه نشده است، شکر یه مجموعه چیز روغنه. آره الان بعضی از دوستان مثل خود بنده الان میگه پس بمیریم دیگه اینطور که شما داری میگید. نه خب گز بخورین. نمیریم. چیزای سالم عادت کنین بخورین دیگه. من ببین یه چیز فرهنگیه، مثلا تو ایران همه نون لواش میخرن، همه نون لواش سفید دست هم هست، این مثل سم میمونه دیگه. حالا همون هم مردم گرفتارن. تافتون بیشتر از لواشم بود. آره دیگه تافتون همونه. نونی که با آرد سفیده خوب نیستش. من متوجه نمیشم که چه کسی در یه فرهنگی مسئول، چون یه چیزی که ملیه دیگه، مردم که نمیتونن نون لواش نخورن که، میرن تو صفا میسن میگن 10 تا نون بگیریم نهار بخوریم. من نمیخوام که مردم اذیت کنم، ولی واقعیتش اینه که هر چیزی که از آرد سفیده مضر، فورا تبدیل میشه به قند تو بدنتون. اگه میخورید سنگک بخورید. بربری چی؟ بربری نه. نه. آره بربری به خاطر اینکه قبلا هم صحبت کردیم، نون بربری به خاطر اینکه دوستامون امکان نداره که بتونن اون جوشیدین نزنن بهش. اگه نزنن خیلی بد شکل میشه، مجبورن بزنن. اون نمکی که اونجا هست اون نمک نیست، اون جوشیدینه. شبیه نمک، همون فکر میکنه دارن نمک میزنن، اون اگه طعمش رو بچشید میبینید نمک نیستش. برای نون خوشمزه یه، ولی افراد به خصوص اگه دیابت دارید یا بیماری های سنتون بالاتره، نون سنگک بخورید. سنگکی هم که قهوه‌ای تر هسته، چون شنیدم سنگک هم دارن باز یه اشکال های کرک تو آردش میزنن، آرد با سبوس رو نمیریزن، آرد کامل نمیریزن. حالا بعضی از دوستان سوال کردن این بار که کمپوت برای معده خوب هست یا اصلا کمپوت خوب هست یا خیر. بله توی کسانی که ناراحتی معده دارن، وقتی هم میگیم معده منظورمون معده و اثنی‌عشره، یا به انگلیسی استومک هستش و دئودنوم، توی ایران میگن دوازدهه. اثنی‌عشره هم کلمه عربی شده، بازم دوازدهه. قسمت اول دوازدهه یا اثنی‌عشر محل شایع‌ترین محل زخمای گوارشی هستش، ورمای گوارشی هست و بعدم خود معده گاستریت یا ورم معده هستش. اگرچه در کتابای پزشکی میگن که رژیم غذایی خیلی اثر نداره، ولی واقعیتش اینه که مردم عادی خودشون متوجه میشن که این اثر چطوری هست. مثلا فلفل خام، پیاز خام، اینا اذیت میکنه معده رو. هر وقت میبینید معدتون داره درد میگیره، بدونید دارید سبزی خام یا میوه خام زیاد میخورید. اونا رو متوقف کنید. مثلا خیار خیلی میوه خوبیه، خیلی میوه سالمیه، انرژی کالری زیادی نداره، ولی اینا معده رو ناراحت میکنه. اگر اهل خورد، بله، اگر اهل خوردن میوه هستید، میوه پخته، هر چیزی پختهش اگه باشه، سبزی پخته دیگه معده رو اذیت نمیکنه. ولی سبزی خام نمیدونم تره و جعفری و اینا رو وقتی میخورین، کمپوت چی دکتر؟ کمپوت پخته حساب میشه دیگه. خوبه کمپوت اشکالی نداره، ولی باز شیرینیشو کم کنین. میشه کمش که شیرینیشو. خب اگه کمپوت خودشون درست میکنن، یا صاحبای کمپانی یا صاحبای کارخونه‌ای که شما این برنامه رو تماشا میکنین، دلیلی برای زدن این همه شیرینی نیست. اصلا اون دوستای یزدیمون که قطاب درست میکنید، آخه چرا اینقدر شیرینش میکنید؟ شما با یه نصف این مقدار شیرینی همون خوشمزدگی رو داره، اتفاقا شیرینش بیش از حد. اینجا میدونید خود بعضی از این نوشابه پپسی کولا بود فکر میکنم اینقدر شیرینش کرده بودن نمیشه خورد، بعد از مارکت اینا رو خارج کردن. هرچی کمتر شیرین باشه هم سالمتره، همین که عمر خانواده ها بود نمیدونم مردم طولانی تر میشه. بریم سراغ بیماری ها. سکته مغزی علائمش چجوره؟ به چه صورتی کسی متوجه میشه که سکته مغزی کرده؟ بله این سکته مغزی تو تمام دنیا قفلت میشه از علائمش، برای همین تو تمام دنیا شروع کردن میگن اطلاع رسانی یا اورنس راجبش بیاریم، ببینیم که چجوری به همه مردم یاد بدیم چه علائمی مربوط میشه به سکته مغزی. یادتون باشه هر وقت یه علائمی میبینید که غیر عادیه و در اندامتون میبینید، مثلا میبینید گزگز دست دارید، میبینید که مثلا یه دستتون، این دستتون راحت حرکت میکنه، این یکی دسته مثلا تا اینجا بیشتر بالا نمیاد، یا پاتون گزگز میکنه یا حرکتش کند شده، یا میبینید که گوشه لبتون کج شده یا خوب صحبت نمیکنید، فورا شک داشته باشید. یا بیناییتون رو مثلا میبینید یه چیزی اشکال داره، مثلا دیگه یه طرف چشمتون خوب نمیبینه،
فوراً باید مراجعه کنی به بیمارستان. هی به هم دیگه نمیدونم با آب پرتقال و نمیدونم دراز بکشی و نمیدونم صورتشو بشوری، نه از این کارا نکنی. این فرهنگ بردن مریض به بیمارستان، هر چقدر که اون بیمارستان بعضش خوب نباشه، هنوز بهتر از نبردنشه. حتما ببرید یه سی تی اسکن مغز انجام بدید و این خیلی اهمیت داره. چیزی که اشتباه میشه با سکته های مغزی فلج بل هستش. فلج بل همینه که طرف صورت فلج میشه، کج میشه. اینا معمولا به خیره، ولی باز شما به بیمارستان برید برای اینکه همون فلج بل رو هم که فلج عصب هفتم مغزی یا عصب فاسیال یا عصب صورتی هست، اون فلج بل هم اگر درمانش تو 24 ساعت اول شروع بشه خیلی زودتر خوب میشه. ولی بعدا شما اگه دو روز بعد برید پیش دکتر، اون وقت مثلا اگه میخواست یه ماه خوب بشه، حالا 5 ماه طول میکشه تا برگرده اون عضله فلج شده. هر وقت هم خواستید ببینید بعضتون چطوری، جلوی آینه برید دندوناتون رو تو آینه به خودتون نشون بدید، ببینید که وقتی دندوناتون رو نشون میدید دو طرف دهانتون قرینه به نشون بدید شما که رفت بالا. نه من میخندم یه طرف بالا تربیره میشه. البته میدونید که میگن که اگه تو لبخندهای مصنوعی توی چیز میگن که یکی از علامش اینه که هر وقت یک، حالا دور از ایشون میگن، هر وقت خواستید ببینید یه کسی الکی میخنده یا راستی میخنده، میگن هر کسی که الکی میخنده یه طرف لبش میره بالا. نه ولی کلا من مثلا یه طرفم میخنده وقتی میخوام لبخند بزنم. آه. یه طرفه. این پدیده هنوز تو پزشکی هنوز شناسایی نشده، ولی افرادی که واقعی میخندن عضلات چشمشون میخنده، افرادی که غیر واقعی میخندن عضلات دهانشون میخنده و بعد یه طرف لب میره بالا. حالا شما که نه، شما که عالی هستین، ولی من خندیدنم نه میخندم، ولی وقتی خب لب خند بزنم یه طرف میره بالا. خب بعد بریم برگردیم، ولی پیشگیری ازش چجوری خواهد بود؟ خب این چون مفصله وقتی برگشتیم پس برمیگردیم. خواهش میکنم عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. بگردیم در کنار دکتر خوب شهر ما، دکتر سعید کارندیش عزیز، نفرولوژیست نازنین ما، که واقعا چقدر لذت بخش شدم شما که میشینه و این اطلاعات رو دریافت میکنه و اینقدر راحت اینا رو منتقل میکنی به مردم، خیلی عالیه. لطف بفرمایید بگید که چطوری باید پیشگیری کرد که سکته مغزی نکنیم. خیلی سوال خوبیه. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه، تو همه چی، نه تو پزشکی ها، تو همه چی، تو همه زندگی. کار اشتباه رو از اول نکنید. این میگنم پیشگیری تو فقط من امروز داشتم به این فکر میکردم که تو تمام زندگی همینه. تو تمام قسمت‌های زندگی اگه شما پرواکتیو باشید، پیشگیری کنید، همیشه بهتره. برای سکته‌های مغزی ببینید ما چند مدل داریم دیگه. یکیش اینه که رگ مغز پاره میشه، بهش میگن هموراژیک یا خونریزی دهنده. اینا معمولا به دلیل فشار خون بالاست. فشار خون بالا که مثلا میره بالای 21، اینا رو ساده نگیرید. بعضی از افراد که فشار خونشون نوسان داره، حدود 17 و 18 سیستولیکشون هست، یه دفعه عصبانی میشن، یه دفعه مثلا یه شرط غیرعادی قرار میگیرن، غذاشون دیر میشه، نمیدونم ناراحت میشن، یه دفعه میره رو 21. خیلی خیلی پیشبینی این که یه آدمی فشار خونش بالای 21 بره سکته مغزی نکنه، خیلی پیشبینی سخته، خیلی ریسکیه، خیلی خطرناکه. شما باید فشار خونتو بیاری پایین تنظیم کنی، برای اینکه یکی از دلایل سکته مغزی پاره شدن رگ مغز هستش به دلیل فشار خون بالا. دومیش این هستش که خب لخته هستش، که این لخته میتونه از جاهای مختلف بره، یکیش از گردن هستش. میتونید باز از دکترتون بخواید که اگر زمینش رو فکر میکنید دارید، میتونید از دکترتون بخواید که اینجاش شریان کاروتید در گردن هست، بهش قدیما میگفتن شارگ، یعنی طرف شارگش رو زد این شریان کاروتیدش بود. در این محل دوشاخه شدنش اونجا جایی هستش که لخته به وجود میاد، اینا میره داخل یکی از رگهای مغز، اونجا گیر میکنه و خون رسانی مغز که برای چند دقیقه 5-6 دقیقه مختل میشه بافت صدمه میبینه. اینه که اونو میتونن با سونوگرافی رنگی ببینن این لخته ها رو. ولی از همین مهمتر برمیگرده به همون آتروسکلروسیس یا تسلب شرائین، و کلمه فارسی خوب حالا تنگی عروق مثلا میتونیم بگیم. تنگی عروقی فقط مال عروق کرونر قلبتون نیستش، عروق پا، عروق قلب، عروق چشم، عروق مغز، همینو با هم تنگ میشه.
اینه که اونجایی که راجع به LDL حتما تاکید میکنیم همیشه تو برنامه قبلی هم حتما دیدید، دوباره اونا رو نگاه کنید یا دوباره دنبالش باشید. شما باید یه کاری کنید که رگ قلبتون، رگ مغزتون تنگ نشه. به جای اینکه تنگ بشه شما برید اونجا بگن این الان شد 50-80%، باید استنت بذارید تو کورونر چپتون، حالا برید تو اون یکی شاخش استنتی دیگه بذارید، من تو کورونر راستتون استنت بذارید. پیشگیری کنید، LDL تون رو بیارید پایین. آوردن پایین LDL کار ساده ای، یکی از بهترین توصیه‌ای که اگر کسی رو دوست دارید بهش پیش بینی کنید که بهش توصیه کنید که LDL خون، LDL یعنی کلسترول بد، کلسترول بدش رو بیاره زیر 70. زیر 70؟ زیر 70. اون نه که تو این کاغذ آزمایشگاه نوشتن بعدن یکی دو سال دیگه میان میگن نه اینجوری نبود. بیارید زیر 70. تو کاغذ آزمایش اگه شما 110 هم دارید، مثلا الان پیش پزشکام که میرن، برای که این الان استاندارد پزشکی هست، بهشون میگن که برید حالا یه خورده ورزش کنید، نمیدونم میوه های خوب بخورید، نمیدونم وزنتون رو بیارید پایین، این کارا کنید که کلسترول بدتون بیاد پایین. کلسترول بد خیلی ربط به رژیم غذایی نداره، رژیم غذایی رو رعایت کنید ولی اینقدر ربطی نداره. این مردم ایران حالا مسائل خودشون رو دارن، تو ژنشون ژن ریزش مو دارن، ژن شکم دارن، ژن با احساس بودن دارن، مردم با احساسی هستیم، حالا جای خودش صحبت میکنم. ولی میخوام بگم که خیلی تاکید داشته باشید که عزیزانتون چکاپ هر 3 ماه یه بار داشته باشن، هر 6 ماه یه بار داشته باشن بسته به سنشون. حتی نوجوان، مثلا بچه 20 سال، جوان 20 ساله حتما حتما یه بار چک کنید و کلسترول خونش رو چک کنید، کلسترول بدش رو ببینید که همه زیر 70 باشید اگه میخواید عمر طولانی داشته باشید. بسیار عالی. خب دکتر عزیز، بعضی از دوستان یا میبینیمشون اینا شبا که میخوابن صدا اصلا استریوفونیک به قول معروف صدا ازشون در میاد. حالا بعضی میگن بهش خورخور، بعضی وقتی زیادتر میشه میشه خورناس، والا بعضی میگن اصلا مثل اژدهاست صدا میاد ازش، فقط آتیشه مونده در بیاد از دماغشون یا دهانشون. این علائم خور، یعنی دلیل این خورخور چی هست و چگونه میشه روبروش ایستاد؟ بله، خورخور علائم دلایل مختلفی داره ولی شایدترین دلیلش افرادی که گردنشون کلوفتر میشه، اینا فشار بافتی که میاد باعث میشه که مجرای تنفسی تنگتر بشه، یا افرادی که میدونید به دلیل اصلا خورخور به دلیل این پیش میاد که زبان، فشار زبان، عضله زبان فشار میاره به کف پشت حلق و این باعث خورخور میشه. اینا حتما مراجعه کنید به پزشک. خورخور رو ساده نگیرید، بعدا فکر نکنید که همه خورخور میکنن. خورخور رو ساده نگیرید، به خصوص از اونایی اگر هستیم که وزنتون هم زیاده و خورخور میکنید. این خورخور باعث میشه که خوب نخوابید، این به مغز صدمه میزنه. برای اینکه اینا خودتون نخوابید یا بغل دستیتون نخوابید، هم خودتون نمیخوابید هم بغل دستیتون نمیخوابید، برای اینکه بغل دستی از خورخور نمیخوابه، خود فردم به خاطر اینکه این خوابه، تنفس قطع میشه باهاش، زنجیره خواب قطع میشه و بعد خودشون متوجه نمیشن، اصلا متوجه نمیشن. بعد ولی به مرور زمان شروع میکنه به اصطلاح فانکشن یا کارکرد مغزشون پایین میاد. به خاطر چطوری بچه‌ها شو گرفتید؟ خب بعضی از اینا با جراحی ساده حل میشن، حل میشه این مشکل. بعضی از اینا یه روشی از دستگاهی هست بهش میگن CPAP. CPAP کانتینیوستی اکسیژن رو میرسونه وقتی خوابیدن. اول سخت عادت میکنین، اگه لازمه انجام بدید انجام بدید، ولی از همینا بهتر اینه که وزنتون رو بیارین پایین. بعدم فقط گردن آدم که کلفت نمیشه، که شکم انسان بزرگ میشه و این شکم عرض کردم در خانوما نباید بالای 92-98 و در آقایون بالای 102 باشه. من مزاجم 92 یا 98. 98 و 102. تو خانم 98 و 102. 102 98. 102 سانتی متر. حالا 198 باشه زیاده. 198 زیاده. گردنتون هم نگاه کنید، مثلا می‌بینید یقتون شماره 16 بوده حالا شده 17. یعنی یه جای کار اشکال داره. وقتی دکمتون رو می‌بندین نگاه کنید، می‌خواد ببینید چی شده. بعد یه انگوش بره توش. آره ولی خب قبلا شما نگاه میکنید پیرنه قبلیتون شماره 16.5 بوده الان شده 17.5. این نشون میده که داره پهن میشید. الان 73.4% مردم دنیا دارن پهن میشن.
احتمالاً شما و البته ما هم فکر کنم جز همون رفته دوتوش یه عبری میگفتن طرف کردن کلوفته کردیت بود طرف کردن کلوفته آره اون اصطلاحات هم دیگه همه داله داله زونا تشخیص زونا بله این زونا رو خیلی ساده است تشخیصش اولاً کمتر زایه‌ای هست که گروهی باشه و یه طرفه باشه مثلا شما نگاه میکنید ببینید که یه طرف کمر به صورت اینا روی به اصطلاح قطعات هر پوستی در روی بدن انسان از یه عصب میاد و بعد زونا چون از طریق عصب میاد داخل همون درماتوم یا همون محدوده رو فقط مبتلا میکنه این که خیلی شکل ابتلاش جالبه شما میبینید مثل یه کمربند کجی روی کمرتون فقط مثلا 15 تا زایه هست مثل جوش ولی اون طرف نداره بالاش نداره پایینش نداره هیچ زایه‌ای نیست که با این اشتباه بشه ولی صبر نکنید یه همچین زایه رو بزنید برید زایه‌ای رو پیدا کنید برید آمپولای واکسن زوناتون رو حتما بزنید برای اینکه زونا تو سنای بالا بعد خودش اشکال نداره خودش خوب میشه این دردش ماها نمیذاره ماها اذیت میکنه و درمان درد زونا خیلی سخت هستش اینه که واکسن زوناتون رو بزنید حتی اگه آبله مرغون گرفتید حتی اگه قبلا زونا گرفتید دو نوبته درسته دکتر دو تاست با یک فاصله مدت دار بر حالا چون درباره زایات پوستی اینا صحبت کردیم آقای مایکل جکسون و خیلی اشخاص دیگه هستن که روی پوستاشون این پیگمنت های پوستی که نگاه میکنیم یه لکه های سفید تر از پوست داره مثلا حتی من دستم اگه سفید هست از این پوست سفید تره یا مثلا تو شما بیشتر شاید نشون میده خودشون ولی فرقی نمیکنه سفید خیلی لکه های بزرگ سفید روی دست روی پا روی صورت ما میبینیم چی هستش از کجا میاد و آیا میشه جلوگیری کرد ازش یا خیر بله این لکه های سفید روی پوست سه تا دلیل داره یه دلیلش فقط تو بچه هاست بهش میگن تینا آلبا یعنی مثلا دیدین پسر بچه ها یه تیکه از صورتشون یه ذره سفید تره میرن تو کوچه بازی میکنن یعنی یه تیکه صورت سفیده اون اشکالی نداره خودش هم خوب میشه بزرگ نمیشه اون بزرگ هم نمیشه تو بچه ها خیلی این دفعه دقت کنید مثلا بچه های مدرسه رو نگاه کنید حداقل مثلا 20 تاشون رو میبینید که اینجا یه لکه سفید رو صورتشون هستش اونا اشکال نداره خوب میشه یه سری لکه هم هست که مال قارچه که سفید اینها و اینا بهش میگن تینا ورسیکالر به دلیلی که ورسیکال یعنی چند رنگی اینا معمولا رو دوش و رو شونه و اینجا میزنه مثلا شما این طرف پوستش قهوه‌ای لکه‌های سفید زده بعد که طرف میره همون میبینه اون همون لکه ها رنگ شده قهوه‌ای پررنگ برای همین میگم ورسی کالر یعنی رنگاش فرق میکنه و یه قارچ مخصوصی هست به اسم مالاسزیا فورفور که مسئول ایجاد این هست خیلی هم ساده درمان میشه علتش هم اینه که اگر افرادی از حوله مشترک استفاده میکنن یا افرادی که خیلی عرق میکنن اینا مستعد ابتلا به این بیماری میشن درمانش ساده است اینا که تو استخر میرن حوله مشترک دارن کنار استخر میخوابن این بیماری رو میگیرن و برای مدتی دارن و خوب میشه. ولی اون گروهی که شما فرمودین راجع به مایکل جکسون و افراد دیگه اینا بهش میگن ویتیلیگو یا برس یا پی سی میگفتن اون موقع لکه‌های سفیدی که روی پوست میفته و روی صورت بیشتر میشه همه نقاط بدن هست. خیلی هم آزاردهنده است برای اینکه از نظر روانی خیلی اذیت میکنه این افراد رو. اون لکه‌ها بیماری ویتیلیگو هستش که خب درمان مختلفی برایش هست هنوز درمان خیلی چه موفقیت آمیزی برایش نیومده ولی خیلی دارن کار میکنن و با روش های مختلف بعضی میان بقیه پوست رو سفید میکنن میشه؟ بعضی از ترکیبات هست مثل بلیچین رو میشورن مثل کاری میشورن میبرن میشورن مثل مایکل جکسون مثلا مایکل جکسون هم همین کار رو کرد و بلیچ کرد خودش رو اوکی. ریچ کرد و بعد خیلی جراحی انجام داد. فقط چند روز پیش با پزشکش هم فوت شد. اونی که این کارا رو می‌کرد. بعد اون این پزشکش کاری که می‌کرد این بود که بهش پروپوفول میداد که مال بیهوشیه. بله. پروپوفول می‌زنن که طرف بیهوش بشه. دکتر اینو میداد. و بعد دمرول میداد که باز یه ماده مخدر بهش میداد که این راحت بخوابه. بخوابه. این پروپوفول کاری که می‌کنه اینه که یکی از عوارضش اینه که طرف این آمپول که میگیره احساس میکنه از بدنش جدا شده بهش میگن دیسوسییشن یعنی تجربه خارج از بدن پیدا میکنه انگار از بالا داره خودشو نگاه میکنه میبینه برای این از عوارض پروپوفول و خب حالا یه فیلمی رو نشون میدادش تلویزیون
که TMZ تهیه کرده بود که چه کسانی مایکل جکسون رو کشتن و عنوان میکردش که به ایشون اوپیوید هم داده بودن. همین دمرول اوپیوید دیگه. اوپیویده. اینجا خیلی تریاک نیستش. این برای دوستایی که از ایران میاد امریکا اینجا تریاک نیستش. اگه اونجا مصرف میکنید یه فکر کنید. اینجا واقعا تن همه چی از تریاک نیست. هر میوه هم که بخورید. یعنی ترک کنید بیاید. ترک کنید بیاید. اینجا خیلی سخته. یعنی که این قدیم مثلا میبینید از مکزیک نه از مکزیک میارن نفر اول نصفشو میبره تو ایران هم همینجوری بود. اواخری که من در ایران بودم طرف که تریاک استفاده میکرد بعد فقط سرفه میکرد. طعم کاغذ میداد. میگفتم چی؟ میگفت طعم کاغذ میده. نفر اول میگرفت نصف اون لول تریاک رو میبرید بقیش دوباره با شکلات و خون شطور و چیچی اینا قاطی میکردن، کاکائو اینا قاطی میکردن، دوباره همون انقدی درست میکردن. اینو میفروخت به نفر دوم. بعد نفر دوم که اون لوله تریاک میگرفت دوباره میدید حیفه که اینو بده به نفر سوم. کسی هم که نمیره آزمایشگاه بررسی کنه که یک غلظت تریاک اون تو کم میشد، مواد مختلف توش اضافه میشد. اینی که دوستانی که امریکا تشریف میارید اینجا تریاک نیست، اینا تریاک تقلبیه. یه فکر دیگری کنید برای خودتون، ترک کنید بعدم بیاید. بسیار عالی. خب من شنیدم که برای کسانی که بیماری قند دارن که یکی از بیماری‌های سخت و مشکل هست، پمپ‌های انسولین تولید شده که جدید هم هستن. اینا من نمی‌دونستم، ولی گفتن که پمپ‌های جدیدی برای انسولین هستش و اون روز هم با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم. یه توضیحی به من بدید که اینا چی هست. عزیزانی که بر اساس در ایران هستن، آیا در ایران موجود هست این پمپ‌های انسولین و چطوری باید تهیه بشه و چه هستی داره؟ بله، پمپ‌های انسولین جدید هنوز ایران نیومده، ولی افرادی که خارج از امریکا هستن میتونید استفاده کنید. خیلی شاهکار هوش مصنوعیه. از یه طرف خودش قند خون رو، این دستگاه خودش قند خون رو هر 5 دقیقه بدون اینکه فرد متوجه بشه اندازه‌گیری میکنه و بعد هر اگر لازم باشه به فرد انسولینی که لازم داره رو خودش تزریق میکنه، بازم فرد متوجه نمیشه. نمیشه. یعنی نه اصلا، یعنی فرد داره ورزش میکنه، غذا میخوره، همه کار میکنه مثل آدم سالم. قضا میخوره، از اون طرف این احساس میکنه الان قند رفته بالا، احساس نه، چک میکنه میبینه قند رفته بالا، فوری انسولینشو میزنه، میشه مثل یه آدم معمولی. در واقع انسولین طولانی اثر رو اصلا لازم نیست که به اینا بزنن، مثل من و شما انسولین معمولی میگیرن و میزنن. مریض یکی از معجزات پزشکیه. امیدوارم به زودی این بیاد در ایران. ما به جای که این همه خبر رو بعد میشنویم، گفتن یه گرفتاری مردم ایرانی که همش خبر رو بعد میشنوه. این خبر خوبه. این هست کسی که اینجا بخره و به ایران ببره، چون مطمئنا الان خیلی‌ها که مرض قند دارن یا بیماری قند دارن تو تکاپو هستن که حتما خب اگه اینجوری هستش ما بگیریم، خب بگیم برام بفرستن. پشتیبانیش سخت میشه. آها. برای که مثلا فرض کن حالا اینا باید مثلا هر چند وقت یه دفعه یه قسمتش کارتریج داره مثل دستگاه کپی ماشین. Okay. اینه که خبر خوب اینه که این اومده، ما به بیمارا میدیم اینو، خیلی هم راضی هن، خیلی هم خوشحالن و مثلا شاهکار علم پزشکی. یکی این شاهکار پزشکیه و یکی هم جراحی های پانکراس که میکنن و خیلی اصلا جالبه. یعنی بیماری دیابت برای همیشه از بین میره. جدا. من 3-4 تا از این مریضا دارم. یعنی جراحی میکنن پانکراسشونو و پیوند میکنن. پیوند پانکراس. و برای همیشه مریضی که مثلا سوالها دیابت داره برای همیشه خوب میشه. نه انسولین میخواد، نه متفورمین میخواد، نه هیچ چیز. این در کانسر یا سرطان پانکراس هم میتونه کمک کنه یا خیر هنوز؟ توی کانسر هم گاهی وقتا این کار پیوند و اینا انجام میشه و اثرات خوبی داره، به خصوص روی لوسمیا. بعضی از کانسرهای خونی اثر خوب داره، ولی همین که دیابت رو دارن اینطوری میرن جلو خیلی خوبه. یعنی حتی افرادی که اصلا دیابت داره نمیخواد جراحی هم کنه، میخواد همینطور زندگی عادی داشته باشه. خب این دستگاهش هم انقدر کوچیکه که رو کف دست جا میشه، به اندازه مثلا یه کبریته. تو ایران کبریت بودش یادتونه؟ ممتاز. کبریت ممتاز، یه بعضی کبریت ممتازه تو جیبشونه یا اینجا هستش، بعد خودش اندازه میگیره. روی تلفنشون هم همه عددا رو میبینن، هر چی خرکاری دارن اونجا رو تلفنشون انجام میدن. این خبر خوبیه برای دوستان دیابتی، به این دلیل که اگر در ایران هم نیست که حتما نیست، این کمپانی دکسکام مال آمریکاست. خب اینا اصلا رابطه ندارن با ایران، ولی حتما توی ماها یا سالهای آینده میاد. تا موقعی خورده برنج و مواظبت.
علائم کمخونی یکی از سوال‌های هست که بعضی کمخونی دارن و به خاطر این کمخونی چه دلیلی داره که آدم کمخون میشه و چه درمانی میشه براش پیدا کرد؟ بله، این اگه میخواید ببینید یه کسی کمخونی یا نه، اولین جایی که کمخونی نشون داده میشه زیر چشم هستش. این قدیما که میشه پزشکای خوب قدیمی میرفتن، اولین کاری که میکردن و الان دیگه هیچ کس نمیکنه اینه که این پلک رو اینطوری میآوردن بالا، این پشت پلک رو اینجوری نگاه میکردن. وقتی که اولین جایی که سفیدتر میشه، کمخونه ها؟ نه کمخون نیستیم، پرخون نیستیم. و بعد روی پشت ناخن هم هستش. آها، اینه اینجوری. پشت ناخن هم هستش. اینجا شما میتونید این علائم کمخونی رو ببینید. این سفیدیه رفتی نداره؟ این سفیدیه نه نه نه. 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 چیزی که هستش اینه که آزمایش بدید. آزمایش بدید. این انقدر که خرج زیبایی میکنی خوب. الان بیشتر پزشکای عمومی در ایران دارن کارهای زیبایی انجام میدن، چون پزشکی دیگه پولی نداره. امسال نمیدونم شنیدی یا نه، اصلا در جراحی قلب هیچ کی نرفت. یعنی یک کشور به اون بزرگی یه نفرم نرفت تو رشته جراحی قلب. واقعا من نمیدونم چی بگم، ولی همه رفتن به سمت زیبایی. اونم اشکال نداره، انسان هر چقدر که بتونه خودش رو زیبا کنه. کنکور منظورتونه؟ نه، کنکور که تمام میشه پزشکا بعد متخصص میشن، بعد جراحی میرن. حالا اونجا مثلا بعد برن جراحی قلب، جراحی کودکان. حتی یه نفرم نرفت جراحی قلب. از اون برم تو پزشکی چون سهمیه بندی هستش، باز خبر رو من نمیدونم، امیدوارم که غلط باشه، مثلا طرف رتبه 120,000 کنکور میره تو دانشکده پزشکی، مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی من یه چیز رو متوجه نمیشم. میشه خیلی لطف کرد به آدمایی که حالا مثلا ما دوستشون داریم، ولی مگه میشه کسی رو که از نظر ذهنی ظرفیت رفتن به این رشته سخت و پیچیده رو نداره؟ 300-400 تا فقط بدن انسان عضله داره که اسم اینا رو شما فکر کنیم بخواد، یعنی هر اسمش هم 3 کلمه داره. بله خیلی سخته. سخته. هر مثلا 300-400 تا داروه، فکر کنیم چند هزار تا بیماریه. خب یه کسی دیپلمش، نمیخوام جسارت کنم، حتما همه زحمت میکشن، ولی یه کسی مثلا دیپلمش رو بده 12 نفر 120,000 کنکور شده، خب وقتی اینو میفرستین پزشکی، این چه جور لطفیه؟ این ممکنه بیاد بشه پزشک بچه شما، بشه پزشک خانم شما. نکنین این کارا رو دیگه. اگه میخواید لطف کنید به آدم، برید بهش ماشین بدید، پول بدید، نفرستیدش رشته پزشکی. آخه این دیگه چه مدلی؟ هیچ جای دنیا این کار نمیکنه. خب درمانش رو فرمودید چیکار بکنم؟ درمان کمخونی بر اساس علتشه، تشخیصشه. تشخیصش چه جوریه؟ اول نگاه میکنه اونی که کمخونی داره کیه. اگه یه خانم جوان هستش، حتما شایع‌ترین دلیل کمخونیش اینه که خونریزی ماهانش زیاد هستش، حتما باید بره. معمولا هم دلیلش اینه که یه سونوگرافی رحم میگیرن، بیشتر اینا فیبروم دارن یا میوم دارن، اسم دیگرش لیومیومه. خیلی ساده هم درمان میشه. اگه یه مرد مسنی، مرد، حالا مسن کلمه خوبی نیست، بالای 50 سال، گفتم مسن از 84 سال باید بگیم. بعد آخه تو اخبار ایران یه دفعه گفتن که ملکه انگلیس مرد. بعضی از کلمه‌ها که استفاده میشه اینو بار داره دیگه. کلمه پیر رو استفاده نکنید، مسن هم استفاده نکنید. افراد بالای 50 سال اینها اگر کمخونی میگیرن، دلیلش معمولا بایستی که روده بزرگ رو چک کرد، بعد کولونوسکوپی بشه. آها. که پولیپ روده نداشته باشن، که کانسر روده، سرطان روده نداشته باشن. بی خودی قرص آهن نخورید، برید دلیلش رو پیدا کنید. جوانایی هم که کمخونی دارن، اینا معمولا گرفتاری همین زخم معده و اثنی‌عشر دارن که داره آروم آروم خونریزی میکنه، منتها چون مقدار زیاد نیست به سیاه شدن مدفوع به این چیزا نمیرسه. به شکل نامحسوس اینا به تدریج خون از دست میدن به صورت مزمن. پس دلیلش رو پیدا کنید، بعد بریم سراغ درمانش. و خیلی از اینا هم بیماری تالاسمیه. میدونی تو ایران اینجا آنمی داسی شکل زیاده، به خصوص سیاه‌پوستا. ما یه کلینیک بزرگ داشتیم در نیویورک، همه میومدن با این بیماری. تو ایران من یه دونم ندیدم، اینجا زیاد بود. در ایران تالاسمی خیلی زیاده، به خصوص تو استانهای شمالی، و اون باعث کمخونی میشه. که اینم خیلی ساده است تشخیصش، پیش پزشکتون برید. آخرین جمله من در مورد این سوال اینه که حتما یه آزمایش ساده خون بدید. تشخیص سرطان‌های خون اولین قدمش، که خیلی از موارد میشه تشخیص داد، یه آزمایش ساده CBCه که یه سوم اون پول آمپول بوتاکسی که شما میدید. نمیگم ندید، به منم ارتباطی نداره، خوب انسان زیبا باشه، ولی سلامت فیزیکیتون آخه نگه دارید دیگه، مراقبش باشید.
یه آزمایش سی بی سی رو بالاخره 6 ماه یه بار، سال یه بار دیگه، اینی که میشه انجام داد. دو تا یه زمانی که ما بچه بودیم میگفتن مثلا جگر که میخوردن میگفتن وایس این خون جگر رو فلان بچه این کم خونی داره بهش بدیم اینو بخوره. این کار میکنه واقعا؟ اصلا از این روش ها نباید استفاده کردیه. آره اصلا جگر میدونی که حالا گایم خود ما میکنیم برای اینکه باید با مردم رو راست بشیم دیگه، کم بخوریم. خیلی وقت نخوردیم ولی کلن جگر غذای سنگینی هستش و جگر محلی است که همه مواد شیمیایی که این روزا زیاد شده اونجا کارخونه مواد شیمیایی بدن هست. در حیوانات هم همینطور، برای همین هرچی مواد شیمیایی که حیوان میخوره میره تو جگرش و پر از چربی هست و پر از نیتروژن هست، ترکیبات نیتروژن اسیدوریک هستش. اینه که این چیزا رو اگه دوست دارین، میدونم تو فرهنگ ما خیلی مردم دوست دارن این چیزا، بعد میان تازه توی پوست یه چیز دیگه دیدم میپوسن این جگر رو میذارن تو پوست، نمیدونم کجای ایوونه میذارن که رودش اینا هم کجاست. اونم نخوردی؟ نه منو نخوردی؟ نه اینا در ایران هستش، خیلی مشتری داره، میگن خیلی خوشمزه است، نخورید اینا رو. اگه میخورید ماهی یه دونه یه کم بخورید، حالا برای اینکه میخوان طول عمرتون عرض عمرتون هم زیاد باشه، فقط طول عمر مهم نیست، میخوان عمرشون کیفیت هم داشته باشه. این جالبه بخاطر اینکه من آقای دکتر کاراندیش خب دوستان نزدیکی هستیم، در طول هفته چندین بار با هم یه وقت صرف میکنیم. وقتی میام جلو دوربین خب این لباس رو که برتن میکنیم، ایشون میشه دکتر و بندم سوال کننده و بدون اطلاع، برای همین بعد هر دو جورش قشنگی خودشو داره، بیرون یه حسی داره اینجا هم یه حسی. ولی خب در هر صورت ما راستشو میگیم، اگه خودم هم اگر جگر بخورم به شما میگم. آخه رفتم اینجا غذا بخورم، دیدم یه خانم همینجور نگاه میکنه تو ظرف من، بعد نگاه کردم گفتم ببخشید من شما رو میشناسم. گفت نه ولی من شما رو میشناسم. گفتم دنبال چی میگردی اینجا تو ظرف من؟ نشسته بودم برای خودم غذا میخوردم، بعد گفت میخوام ببینم که شما هم داری سوسیس میخوری. گفتی نه. گفتم نه این دفعه نه، ولی خب منم بالاخره یه وقتی ممکنه شیطون گولم بزنه سوسیس بخورم. در مورد کم خونی یادتون باشه که کمبود اسید فولیک و کمبود ویتامین B12 اینها باعث کمخونی میشه، یعنی فقط آهن نیست که کمبودش باعث کمخونی میشه، کمبود اینا هم هستش. خیلی ساده میتونید این دوتا رو در خونتون اندازه بگیرید. معمولا گلوبول قرمز توی کمبود اسید فولیک و کمبود ویتامین B12 اندازش بزرگ میشه، در کمبود آهن اندازه گلوبول قرمز کوچیک میشه، در تالاسمی هم اندازه گلوبول قرمز کوچیک میشه. اینه که خیلی ساده است تشخیص این کمخونی ها، فقط به سلامتیتون ما بیشتر توجه کنید. خب شما گفتید که همون که صحبت میشه این خوبه برا، این خوبه، روزی یه دونه، روزی یه لیوان آبجو بخوری خیلی خوبه، واقعیت داره راستی؟ تو مطالعات نشون داده که آبجو، حالا شراب قبلا نشون داده بود شراب قرمز نقش محافظتی داره در مورد قلب و عروق، مطالعات اخیر در مورد آبجو هم چون میپرسید از من گفتن خوردن یه لیوان آبجو هم کمک میکنه به مخمرها و باکتریهای روده کمک میکنه، ولی این ربطی به الکلش نداره، برای اینکه آبجو غیر الکلی هم همین کارو میکنه. تو ایران میگن ماه و شعیر، اینجا توی این بعضی تو تریدر جوز تو بعضی از جاها هست که آبجوهای غیر الکلی هست. بله زیادم هست. یعنی منظورم اینه که ربطی به الکلش نداره، آبجو کمک میکنه به باکتریای روده، اونایی که البته تلخ‌ترن مخمراش بیشتره. به خانمای حامله هم میدن این آبجوهای بدون الکل. آره آبجوهای بدون الکل برای همه خوبه، یه منبع سرشار از ویتامین B هستش، البته بیشتر از یه دونه که بخورید اون وقت اینا باعث بزرگی شکم میشه، اینا مشکل. ولی واقعیتش یه دونه‌ش هم من فکر کنم این حس به وجود میاد. حالا حسش نمیدونم، ولی خب بعد زیاد بخورن دیگه. حالا یه دونه باد نمی‌کنه آدم. من نمیدونم، مطمئن نیستم. ولی به هر حال میگن خاصیتش رو دستگاه گوارش هستش دیگه. اوکی بسیار عالی. ما وقتمون خیلی کمه دکتر. یه سوال سریع میکنم، امیدوارم سریع هم جوابشو بدید. طرف عنوان کرده بودش که در یکی از شهرهای ایران در شهر زواره یک جوانی با نیش زنبور از دنیا رفته. برای این آنافلاکسی های شدید خیلی مهمه و بعد چون افراد ما نمیدونیم که کی این آنافلاکسی شدید داره کی نداره، افرادی که تو خانواده های با حساسیت هستن خیلی مراقبت کنن، بیرون که میرن توجه داشته باشن و اگر زنبور گزیدشون اطرافیان خیلی جدی بگیرن. یعنی اگه یه جایی رفتید پیکنیک، یا فردی هست در یه خانواده
که زمینه آلرژی دارید آماده باشید. یعنی اینطوری نباشید که مثلا تو جاده دارید میرید حالا برید یه بره دیگه، خودتون رو نزدیک تر کنید به یه مرکز درمانی، برای اینکه ممکنه که گاهی نیش زنبور باعث مرگ میشه متاسفانه، چون بارها این اتفاق افتاده. بله از افراد این زمینه رو دارید. مرسی از شما، مرسی، با امید دیدارتون تا وقتی دیگه برنامه دیگه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.